تو یه بار از زلزله بم زنده اومدی بیرون. بله، من فکر میکردم مثلا یه حمله موشکی شده زدن، مگه میشه خدا این کارو بکنه؟ یه اعتراف بکنم، من تو 40 زلزله نماز نمیخوندم. میگفتم خب چرا؟ مثلا تو که خالق منی، تو که پروردگار من، این همه بندهات بودم. آقا من آمده از کری گناهکارم. اوکی، مثلا امیر محمد پسر 5 همسایه ما چه گناهی کرد؟ منکر همه چی شد. نمیدونم تو این اتاق چی میگذشته، اما خیلی دلم میخواد همه اونهایی که خودشونو مسئول میدونن یه لحظه به خودشون بیان، یه لحظه به خودشون بیان که شاید این اتاق فرزند خودشون بوده. شاید اینجوری یکم دلمون به درد بیاد، یکم به خودمون بیایم. خیلی به سختی میشه دیگه از پله بالا رفت. خونت کدومه؟ این خونم این پایین اون بالا هم رو زنگاه بریم تو؟ یا نگاه بکنم دخترم سالم بود، زنم هم تو راپله زانوی زخم شده بود و انگوشت و پاش، یعنی حالا الحمدلله خوبن. لحظه ای که زلزله اومد فکر کردی چی شده؟ فهمیدی زلزله است؟ نه والا نفهمیدی. فکر میکردی چی شده؟ ما اول قبل از زلزله ای لرزش قیامت خیال کردیم پادگان ها رزمایش دارن، بی خیال بودیم. آها، یعنی الان اینکه پادگان ها داره برای من رزمایش ندارن تو بینا میترکانم گفتیم اتمن اونا. خب بعد که 20 دقیقه رو بینتون ازش گذشت زلزله آمد، این گرد خاک و این نور قرمزش آمد بالا، این گاز زلزله که زمین رو ترکانده بود آمد بالا. خب ما هم دیگه ماندیم، دیگه فقط دست و دای خدا بودیم، خدای کمک ما رو. من چون زلزله دو بار زلزله دیدم، یکی منجیل دیدم همینطوری بودم. منجیلم بودی؟ آره، بمن دیدم همینجوری بودم. بمن بودی؟ بمن بودم کار کردم. هر جا زلزله است واسه ما کارگر بودم، من جا کار کردم دیگه. انگار نشون میکنی کجا زلزله میخواد. تو مدیه دیدم یکی نور قرمز و اینا گرد خاک دیدم، اون موقع دیگه فهمیدم زلزله است، چون اونجا دیده بودم. بعضی ها ندیدن میگن این نور قرمز چیه؟ این گرد خاک چیه؟ صدای واشه صدای زمینه که میاد بالا. درسته. این وسط چی بود قبلا؟ چهار طبقه است. این یه چهار طبقه بوده؟ چهار طبقه است اینطوری بهش آمده. الان دیگه صاف صاف شده. الان صاف صاف شده. اون طبقه بالای چهارمین طبقه اونم از پاپاک میشه میشه 5 طبقه. میگم ما الان بعد جایی با این بابا نترس. آقا میره پایین نکن. چیزی به ما نمیاد. زیر ما نرمه خاک. آخه شما 3 زلزله دیدیم. ما ندیدیم. تجربه نداریم. این الان طبقه چندم این ساختمونه؟ طبقه اولش میشه بالا. طبقه چهارمه. این طبقه چهارمه که الان اومده بود کف زمین. بله. آدم تو این موقعیت میمونه چی بگه به اون مهندس ناظری که اومده زیر برگه های یک همچین ساختمونی رو امضا کرده، یه ساختمونی که یه بتون نامرغوبی داشته، یه سازه نامرغوبی داشته، نه تنها خودش فرو ریخته بلکه فرود اومده روی ساختمون کناری، اون رو هم واژگون کرده و کلی آدم
از دست رفتن. بابام یه جمله گفت، گفت بریم بابا قنبر رو در بیاریم. پدر بزرگم، گفتم مگه مرده؟ گفت آره مرده. رفتیم و چند تا نوه ها رفتیم، یه متر و نیم آوار بود، یه خونه قدیمیه بالای 2000 متر، یه خونه باغ که ما 14 تا نوه بودیم تو این خونه، 14 تا تاب بسته بودیم. خونه لبریز از خاطره. بعد آوار یه چیزیه که خدا نکنه تجربهش کنی، نه بیل به کارت میاد نه دست. یه بار آجر رو در نظر بگیر، یه بار خوب شن بریزی روش، نمیشه با بیل ورش داشت نمیشه با دست. در بردیم پدر بزرگمونو، خاک تو دهنش بود، خفه شده بود، چیزیمش توی پتو آوردیمش سر کوچه. رفتیم ماشین بیاریم که ببریم بهش زهر رو دفنش کن. قلال احمر جنازه رو برد، پدر بزرگ من گم شد، من نمیدونم کجاست. جنازه شما برد؟ بله، جنازه قلال احمر برد و دفن کرد. الان کنار قبر مادر بزرگم فقط یه سنگ قبر گذاشتیم، نمادین براش باطن. مشابه همین زلزله پارسال در فوکوشیمای ژاپن آمد، شهری که 2 میلیون جمعیت داشت. این زلزله اونجا 15 نفر زخمی داشت و شاید یک نفر کشته، شاید هم نه. اما در شهر سرپل ذهاب این زلزله بر اساس آمار رسمی حدود 500 کشته داشت و بر اساس آمار غیر رسمی بیش از 1000 کشته و چندین هزار زخمی و بسیاری از افراد این شهر بی خانمان شدند. ما الان تو خونه ای هستیم که سازش سر جاش، یعنی 4 ستون ساختمون سالمه، اما دیوارهاش بر اثر زلزله فرو ریخته که میبینید. و خب وقتی این اتفاق میفته خیلی صدمه میزنه به ساکنانش. تو کشور ما الان مسئله اینه که بیایم کاری کنیم که ساختمون فرو نریزه، یا اگر ساختمون فرو نریخت دیوارهاش فرو نریزه. اما در کشوری مثل ژاپن وضعیت تغییر کرده، آمدن خانه ها رو طوری ساختن که ساختمون نمیریزه، دیوارها نمیریزن، بلکه این ابزار و وسایلی که ممکنه بیفته روی ساکنان خونه. به همین خاطر یه شرکت هایی هستن که میان این ابزار بریم آقا بریم بریم ما رفته بودیم فیلم بگیریم. اصلا فیلم گرفتن از جای دیگه، برو ببین چه اومده. یه آجر بیا پایین کافیه. چی شد یه دفعه؟ چی شد؟ چرا این ریخت؟ آره جای زخمی نشد؟ نه این فقط خورد به کمرم این دیواره. آقا ببین چی شد، این قسمت رو نشون بده ببین چه اتفاقی افتاد. نه چیزی نشد، نه زخم نشد. چرا؟ زخمی شده؟ آره. آقا اینجا رو نشون بده، این که این قسمت سه طبقه بود اینجا. اینجا اینجا. آها. خونه‌ش هم اونجاست. 11 تا از خانواده‌اش دست داره. ای داره بیدید. همین خونه 11 تا رو کشته داره. بسیار کار غیر عقلانی کردیم، ما وارد این ساختمان‌ها شدیم. الان این دیوارها هیچ کدوم ثبات نداره، یه پس لرزه بزنه یه همچین اتفاقی میفته. حالا از شانس ما تا وارد ساختمون شدیم یه پس لرزه اومد و خلاصه خدا بهمون رحم کرد. و داشتیم درباره ژاپن صحبت میکردیم و اون که سازه مشکلی نداره، دیوارها مشکلی ندارن، فقط وسایل خونه است که ممکنه بریزه روی کسانی که داخل خونه دارن زندگی میکنن. به این علت حتما یک شرکت معتبر
موقع اسباب کشی باید بیاد کل وسایل خونه رو فیکس کنه طوری که اگه زلزله اومد اینا نریزن روی ساکنان اون خونه.